سلام، خوش آمدین به برنامه ما. آرزو می کنم که صحت و سلامت و سرحال باشین و از کرونا در امان باشین. دوستا، باز هم در یکی دیگه از برنامه های کوتاه قفلی یا کوتاه قفلی در خدمت شما هستم. آرزو می کنم که روزهای ماه مبارک رمضان با خوبی سپری شود، با طاعت و عبادت ما، و دعا کنین که بخیر مشکلات رفع شود، ایجاد جالا و ما و شما صحت و سلامت و در صلح و آرامش زندگی کنیم. چند روز پیش من یک موتر خریدم دوستان. یک موتر خریدم به بسیار سادگی دروازی ها خراب شد. و این موتر تقریبا بسیار یکی از موترهای دلخواه خودم است. این مدل از این موتر من بسیار دوست دارم. من نمی فهم شما با این مدل معرفی هستین یا نیستین. باشه نشان تان بده. این موتر خریدم من. ببینیم چه خوبش است. این موتر حتما شما در سریال ها و یکان فیلم های ترکی دیدین. من بفهم دیدین یا نه؟ بسیار موتر است که مدل از این من خوش دارم. من هم بفهم اگه شما کدام جا درست از این دارین، من تا یک موتر میخوایم بخرم. واقعا. حال خواهیم خود چه گرفتم بر ایساز جان و برستی دروازش سعی کنین مشکل داره در وزش و هر روز مرا با کم میگیره که باید پیش مستری برام که خوب شوه وضعیتش، اما با خاطر کرونا بیرون رفتن هم این نگوین که ما موتر ندارم، ما موتر دارم. خب عزیزا، در برنامه کوتاه قفلی باز هم ما مهمان دارم و همونطور میبینین سعی کنین ما ستاره افغانه پوشیدیم پیرانشه و یکی از ستاره های درخشان ما مهمان برنامه است، کسی که همیشه فعالیت های هنریش ادامه داره و هیچگاه ایستاده نمیشه و هر اثر را که ایجاد میکنم با عشق، با خلاقیت و با مو دیدگاهی که خودش داره اثرهایش را خلق میکنه و ایجاد میکنه. دوست بسیار خوبم، رفیق بسیار خوبم، هنرمند خوش صدای ما فیاض جان حمید از جرمنی با ما هست. سلام مصطفی جان نازنین، احترامات بر خود تقدیم، عزیز دل ما، رفیق دوستاشتنی ما که زیاد وقت میشه خودتام نیدیم، به خود سلام تقدیم میکنم به بینده های نازنین برنامه کوتاه قفلی. سلامت باشی فیاض جان، چی گپ هاست، چی خبر هاست، کوتاه قفلی چطور میگذرد، موسیقی، کار، زندگی؟ خانه هستم، بیشتر اوقات خانه می باشم، مصروف ساختن موسیقی های جدید هستم و ورزش میکنم، برای سودا خریدن بیرون میرم. خداوند مریضی رو دور داشته باشه، به خاطر چکاپ یا معاینه کردن پیش دکتر میریم، بعد خلاص دیگه کوم مصروفیت خاص نه. خودم تست والا تست، تا هنوز نوبت ما نرسیده. اونجا هم اگر تست میکنن چک میشن؟ این یک از پروژه بزرگ کشور آلمان است که باید همه شهروندای اینجا باید تست شود، چک شود. سر از امروز که امروز ما در آلمان شاهد از این بودیم که همگی باید وقتی که بیرون میبره برای سودا خریدن و یا بیرون رفتن جای جبری ساختن که باید ما ماسک بپوشیم و به خاطر از طریق ماسک آدم میتونه حفاظت بکنه هم خود را هم دیگرها را.
و تست تا هنوز ما نشده، منتها خداوند دور داشته باشه. هر وقت احساس کردیم که کمک حالت خوب نیست، باز حتما میرم بخاطر تست کردن. انشالله که همیشه صحتمند باشی، خدا دور داشته باشه از خودت کرونا را. فیاض جان، در مورد آخرین کارهایت، تازه ترین کارهایت میشه بگویی که کدام اثر خلق کردی، کدام آهنگ تازه دی روزگار کرونایی؟ به سلسله کارهای گذشته ما، کارهای اکوستیک ما ادامه داره، بسیار کارهای عالی و جدید انجام دادیم که به زودترین فرصت شاید تا 2 هفته دیگه یک ویدیوی جدید ما به نشر برسه که او هم یکی از کارهایی است که ما سخت سر زحمت کشیدیم. و از همین فضای کرونایی ما راستی خدا استفاده بسیار خوب کردیم و آدم باید دیت یک موقع، دیت یک فضا برای آینده خود فکر بکنه، پلان های آینده خود طرح ریزی بکنه، نوشته بکنه. و من بسیار خوش هستم که در برنامه زیبای خود هستم مصطفی جان نازنین، من رو به خود تحکیب میکنم نام خدا. هنرمندای بسیار خوب دعوت کرده بودی و شخصیت های بسیار خوب دعوت کردی که راستی همشان عزیز هستن و از برنامه خود من کیف میکنم وقتی که میبینم هنرمندای نازنین ما، هنرمندای نازنین ما مقبول میدرخشن. نه تنها ما، بسیار هنرمندای نازنین دیگه هستن که کارهای هنری انجام میدن به خاطر منفعت مردم افغانستان انجام میدن. برای من یک حس جالب و یک حس وطن دوستی برام میدن. ممنون، سلامت باش فرجان، تشکر که گپ گفتی. اگر نه شاید دفتر تصمیم میگیره که برنامه دیگه ادامه نداشته باشه. برام اختار سانت که اگر برنامه جالب نبود مورد پسند مردم قرار نگرفت برنامه را ختم میکنیم. یعنی یک سیگنال بود، یک سیگنال خودت رسید، میدارستم دوستای دیگه رسیدگی کنن با تشکر باز جان. ما این برنامه رو ساختیم که همراه هنرمندای عزیز ما، همراه هموطنهای عزیز ما با تماس باشیم، در روزگار کرونایی احوالشون رو بگیریم، خبرشون رو بگیریم و یک سرگرمی ایجاد بکنیم که حداقل با هم با تماس باشیم و پیامهای خوب بتانیم برسانیم از طریق برنامه. میخواییم از خودت یک آهنگ بشنویم اگر آماده باشی و هر آهنگ را که دوست داری من هم میخواییم مداخله کنم. من هم میخواییم تکراری شوه کدام آهنگ خود دوست داری مصطفی جان، با خواهش خودت بخونیم یک انتخاب اگر داری. برای من که ایشان سمیتی من امیل ازاد از اینم چند سرود خودت میایی که الان آهنگای من خوب شایند از دل بزیر است. میخواستم بهار شوم، واه 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 واه، کنار تو، واه 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 واه، میخواستم بهار شوم در کنار تو، میخواستم بهار شوم در کنار تو، لبریز برگ بار شوم در کنار تو، میخواستم بهار شوم در کنار تو. دوستان دوباره خوش آمدید برنامه کتاب قلفی و بازم در خدمت شما هستم. مهمان ما در برنامه امروز فیاض جان حمید است. فیاض جان، در کنار موسیقی که میفهمم یک عشق از دیگه، سرگرمی های چی هست مثلا دیگه، چی مصروفیت داری در روزهای خانه نشینی؟ این روزا راستی چند فایده ها به ما مردها کرده. اولی که بسیار آشپزی خوب یاد گرفتیم، خوب آشپزی میکنم و
در پاریس کتاب خواندن عادتم شده، ورزش میرم در فضای آزاد بیرون، ما اجازه داریم بیرون بریم. در قرنطین کسایی هست که مصاب به مریضی کرونا هستند، ما در خانه دیگه این کار روزمره، کار نرمال که در خانه انجام میشه، بیشتر فاکس ما سر موسیقی است. موسیقی زیادتر کار میکنم و سر پلانای آیندهم زیادتر فکر میکنم. فرض جان روز ما میخواستم یک در مورد آشپزی یاد کردی، خواستم یک غذای نو کشف کنم و خواستم برای این بار بپزم. وقتی که رفت پختم دیدم که یک چیز دیگه برام، تو از روی یوتیوب رفتم چک کردم دیدم دیگه دیدم یک چیز دیگه برام، گفتم نه اصلا درست نبود، این غذا رو نه باید پختم میکنم، اصل که غذا جالب نیست. پس خودم خود دلداری میدم یعنی آشپزی من درست بود در خانه اصلا غذا درست نبود. خودت هم احساس میکنی اما چند بار پخته کنی باز خوبتر میشه مصطفی جان. یک اون غذا رو مجبور استی چند بار بپزی تا پیدا کنی هم پسوردش رو پیدا کنی. نه بله بله بله، آدم خب از پخته کردن بالاخره تجربه میگیره و طبیعی که آدم ها، ما شما مثل خانم ها پخته کردن نمیتونیم، اونتا از اونا میتونیم یاد بگیریم. آخر مثل که میگن آهنگ هم تا که پخته میشنه تا که به سمر میرسد که به سالگی نیست، امر رقم دهر هنر. فیاض جان در مورد آخرین کارهای میشه بگویی که گفتی که کدام ویدیو تازه ثبت کردی؟ در بیرون ویدیو ثبت کردیم، اجازه داشتین ثبت کنین؟ مصطفی جان عزیز، یک ویدیوی جدید ما که دو هفته بعد بخیر نشر میشه، یک قسمتش قبل از فضای کرونایی ما ثبت کردیم، وقتا که ما اجازه داشتیم بیرون بریم. حالا هم اجازه داریم، منتها در روزهای گذشته ما دو نفره رفتیم بیرون، فقط یک قسمتش مونده بود که ما او را ثبت کنیم، او را خوشبختانه ثبت کردیم. خارج از مسئله ویدیو، ما مصطفی جان در این اواخر سخت مصروف کارهای هنری و عاشقانه های خود بود، کارهایی که خودم دوست داشتم، کارهایی که در طول همه مدت که من داخل موسیقی هستم انجام بتم، خوشبختانه که در چند وقت گذاشتم این انجام داده تانستم. یعنی که نمیان که اگر من 5 سال دیگه ما آهنگ نخونم برای ما کفایت میکنه، یعنی میتونم که کارهایی که تا آنو ثبت کردیم به نشر برسم. بسیار عالی، بسیار عالی. پس بیا که یک آهنگ دیگر هم ازت بشنویم. ما میخواییم آهنگ همه میگن آفت بر ما یک زمزمه کنی بخواییم. بله بله، چرا نه، آهنگ همه این عاقبت از ساختای بزرگ مرد موسیقی افغانستان امیر جان صبوری، استاد بزرگ مرد هست، من سخت دوستش دارم. در ازبکستان بودم که آهنگ بر ما تحفه دادن و من سپاسگزار از اونا هستم. و همین آهنگ راستی خدا در سال 2011 بود یا 12 بود شهرت جهانی گرفت، افغانایی که در اروپا، در امریکا، داخل افغانستان، در هر جا بودن یا آهنگ زیاد خوششان آمد و آهنگ راستی خدا در یوتیوب هم بالاتر از میلیون ها بینده پیدا کرد. دیگه سپاسگزار بازم یادگارش تازه کنیم، یادگارش تازه کنیم. بله بله، چرا نه، چرا نه، میشه کوتاه زمزمه کنم. همه میگن عاقبت، همه میگن عاقبت، مرد ها میکنی اگر ها میکنی گناه میکنی. همه میگن میروی، بگو چرا میروی، میروی و از دلم فرار میکنی. همه میگن عشق تو عشق دروغین بود، اگه دروغین بود چی کار میکنی؟ اما میگن میروی، بگو چرا میروی، میروی بو از دلم فرار میکنی. بیا به عشقم وفا کن، وفا کن، دوای دردم تو دردم دوا کن، بسای خارشی صدا کن، صدا کن،
دوای دردم تو دردم دوا کن. لا 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 لا. آلیست یا هنگت هنوزم شنیدنیست. فیاض جان بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه مهمان ما بودی و از سبوری صاحب یاد کردی. من از سبوری صاحب پرسیدم گفتم برای کرونا کدوم آهنگ نخوندی؟ گفت من وقت بسیار سابق خوانده بودم، شهر خالی، خانه خالی، جاده خالی. آهنگ صبوری صاحب در فیسبوک و سرازیر شد، همه هر عزیزی که در فیسبوک من میدیرم آهنگ صبوری صاحب شریک ساخته بود. و راستیام که ببین مصطفی جان، قن این آدمای بزرگ، آدمایی که مثل صبوری صاحب هستن، اینا پیش بینی کرده بودن، حتی در سریال ها این گپ در داخل سریال گنجاندن. و یک سریال چینایی است که فکر میکنم 3 سال پیش در مورد کرونا صحبت شده بود. کرونا مسئله جدید نیست، مسئله بسیار کهنه است، اما صبوری صاحب ببینید که در قالب دیگه داخل آهنگ پیامش گذاشت و به نظرم بسیار دوست داشتنی است و از این کار صبوری صاحب باید قدردانی کرد. سلامت باشی. بر ما دوستا یک چند ویدیو هم فرستادن با همی آهنگ یا آهنگم ویدیو هارم پخش میکنم. من گفتن همونه که همی آهنگ یک هنرمند پاکستانی نادگونه اجرا کرده، بسیار لش میکرده، نوشته کردم نامک خدا هیچ یاد نکرده. آهنگم آهنگ اسلامی است، اما دوزیش بسیار هم تو ماکم. من فکر میکنم برای شنیدیم، راستی خودم زیاد تأسف کردم. خب شمپوشی آدم نمیتونه کرده. آهنگ صبوری صاحب است و افغان ها، تاجک ها، ایرانی ها آهنگ صبوری صاحب میشناسن و بگذار که پاکستانی هر چی که میکنم دل خودشان است. دل خودشان باش. جالب بود، من یه آهنگ دیدم گفتم باشی آهنگ هم باز پخش میکنیم. بهرحال فیاض جان گل، بسیار زیاد تشکر از این که مهمان ما بودی، وقت گذاشتی که صحبت کنیم، احوال تا بگیریم و کم از خودت بشنویم. یک جان تشکر. مصطفی جان نازنین، بسیار زیاد خوشحال شدم همراه خودت صحبت کردم. سلام به فامیل محترم برسان، به صبوری صاحب برسان و امیدوار هستم که به زودی به خیر همدیگه رو ببینیم و از این فضا زودتر ما نجات پیدا بکنیم که به خیر رفت آمدها شروع شد و به این امامسان دید و عادی داشته باشیم. سلامت باشه عزیزم، برات صحت و سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم در روزایی که خانه نشین هستی اثرهای خوب به خیر خلق کنی که باز بعد از روزگار کرونایی به خیر بشه. لذت حتما. بسیار زیاد تشکر مصطفی جان، قربان. ممنونه. خدا نگهدار. خداوند. دوستا برام تشکر میکنم از فیاض عزیز. تا لحظات دیگه برمیگردیم و باز هم با ما همراه باشید. دوستا دوباره خوش آمدین. تشکر میکنم از اینکه بر ما ویدیوهای جالبتان فرستادین. ما کوشش میکنیم که ویدیوها را در برنامه جاگزین بسازیم و پخش بکنیم. بازم میتونیم از طریق شماره واتساپ برنامه با من ویدیو بفرستیم. این هم چند ویدیویی که شما فرستادین. شهر خالی، جاده خالی، ببینید. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. امریکا و اروپا قدم قدر امکانات خود کرونا را تشخیص کردن نتانستن، اما افغانستان قدم قدر پسماندگی خود چندین سال پیش اگر وزخان افغانستانی را تشخیص کرده بود. چه دخم؟ گوش کو. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی،
آقایی هم آهنگی که دزدی شده کم شده بیدیم شما. تشکر میکنم بازم از شما، میبارستم که لحظاتتان خوش گذشته باشه و باز هم در دعاهایتان ما رو فراموش نکنین. فردا بازم خدمت شما حاضر میشم در برنامه کودک لطفی. تا خواندن خداوند یارم.